ای کاش که جای او رمیدن بودی، یا این ره دور رسیدن بودی، یا از پس صد هزار سال از دل خواب چون سبز امید بردمیدن بودی، چون سبز امید بردمیدن بودی. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور رسیدن بودی، یا از پس صد هزار سال از دل خواب چون سبز امید بردمیدن بودی، سبز امید بردمیدن بودی. بنده یه آهنگ زدم که این رو در باره وسعت صدا صحبت کنم. وسعت صدا اینه که از چه نوت بمی میتونیم به چه نوت ریزی برید و اشخاص مختلف وسعت صداشون ممکنه یه مقدار فرق بکنه، ولی فرقا اونطوری که میگن نیست به نظر بنده و اغلب اشخاص نزدیک به دو اکتاف میتونم بخونم، نزدیک به دو اکتاف، اما لزوماً دو اکتاف نمیتونم بخونم همه. بعضی میتونن دو اکتاف بخونن، بعضی میتونن مثلا دو اکتاف و خورده ای بخونن. برای مثال میگم، من مثلا صدایی که نوتی که راحت میتونم بم در بیارم همین فا هست اینجا که الان توی آهنگ در بودی. میرا میتونم، ولی خیلی چیز ناراحت خواهم بود، یعنی راحت نخواهد بود. واسه همین هم هست که نوته بالا هم همینطوره. آدم میتونه بعضی وقتا یه نوتایی بکنه، ولی دیگه ممکنه صدا خراب بشه و خشخشدار بشه و اینا و اون ارزش رو نداره. در این چه آدم باید بدونه که توی چه حساب چه وسعتی میتونه بخونه، راحت میتونه بخونه. و اینکه زیاد آدم اصرار داشته باشه که حتما بگه مثلا میتونم سه اکتاب بخونم، به نظر من درست نیست. آقای همایون شجریان مثلا خیلی وسعت صداشون زیاده، ولی که ادعا کردن ایشون که مثلا از می بمول تا می بمول میتونم بخونم، یعنی مثلا این می بمول اینجا میتونه بخونه، می بمول اینجا هم میتونه بخونه. خدمت شما شد که می بمول اینجا را میتونه بخونه و یه نیم نوت هم از این پایین تر میتونه بخونه. اونو من یکم شک داره، بینید من ندیدم اینقدرش تو آهنگاش. اغلب آهنگاش دیدم میتونه واقعا تا می بمول اینجا بره، ولی که از نظر من بیشتر از دو ندیدم بره. من ندیدم، حالا بعدا بیشتر آهنگاش رو نگاه میکنم اگه بود نگاه میکنم، ولی که در چه وسعت صداشون حتما از دو اکتاو بیشتره، ولی اینکه سه اکتاو میگن یه خورده به نظرم درست در نمیاد. من نگیدم، مگر حالا ممکنم درست باشه.
بس شد. حالا من میخوام این آهنگو ببینید که مثلا الان یه جور خوندم، در حقیقت دو اکتاو کامل نبود، از فا رفتم به می بمول. این یه نوت از دو اکتاو کمتر بود، این وسعت این آهنگ اصلا، این وسعت این آواز. حالا من میتونم مثلا از الان تو فا زدم، میتونم همون کار توی فا دیز بکنم، ببینم میتونم بکنم یا نه. میخوام وسعت صدای خودم دستم بیاد اگه بخوام این کار بکنم. داریم تو فا دیز بزنیم. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز از فا دیز تونستیم بخونیم تا می. خب پس من میتونم الان ادعا کنم مثلا از فا میتونم بخونم تا می، بازم دو اکتاو نیست. یه خوری میریم بالاتر، تو سول میزنیم ببینیم چیکار میتونم بخونیم. کاش که جا یه آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از پس سر هزار سال از دل خواه چون سبز امید سبز امید برمیدن بودی. ای کاش که جا یه آرمیدن بودی، یا این ره دور رسیدن بودی، یا از پس صد هزار سال از دل خواه چون سبز امید بردمیدن بودی، چون سبز امید بردمیدن بودی. کشیدیم خود تو زمان توفا. پس میشه حالا ادعا کنیم که من مثلا صدام دو اکتاو هست برم. خیلی خوب، پس از فا تونستم تا فا برم، سه جور خوندم تا تونستم به اینجا برسم. حالا میخوام یه خور بالاتر بریم ببینیم بیشتر میتونم برم، مثلا فرق فا دیزه میتونم بخونم. میرم توی بساب
لابمون میزنیم. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از پس صد هزار سال از دل خواب چون سبز امید مردمیدن بودی، چون سبز امید من دمیدن بودی. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از بس صد هزار سال از دل خاک و چون سبز امید مرد میدن بودی، چون سبز امید مرد میدن تقریبا تا فادیز میریم. یکی خورد کشته میشه بیشترش تا فا میریم، ولی یکی من فادیز میره. در اینجا میتونم مثلا بنده حالا ادعا کنم که مثلا رنج سزام یا بسط سزام از فا مثلا فادیز هست اینجا مثلا. در اینجا دو اکتاو و نصف نوتی. حالا یه خورد میریم بایدتر میتونیم بنازم بتونیم بخونیم، اگه بتونیم بخونیم یه خورد بیشتر میتونیم ادعا کنیم رنج رایی. خود لا کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از پس صد هزار سال از دل خواب چون سبز امید مردمیدن بودی، چون سبز امید مردمیدن بودی. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از بس سر هزار سال از دل خواب چون سبز امید مردمیدن بودی، چون سبز امید مردمیدن بودی. خب پس تو فهم تو رسیم بخونیم، میتونیم ادعا کنیم مثلا تا ادعا کنیم تا سل تقریبا رفتیم. یعنی من میتونم الان ادعا کنم که دو اکتاو و یه نوت میتونم براش بکنم، یعنی از فا مثلا از سل فرض کنم. حالا یه خوره بودیم سعی کنیم بریم بالاتر، نمیدونم میشه یا نمیشه، حالا ممکنه بشه ولی حالا صداش یه جوری میشه که دیگه ممکنه به درد نخوره، ولی حالا سعی خودمون کنیم. میریم از مثلا لا دیز یا بگیم سی بمول بزنیم. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از پس صد هزار سال از دل خواب چون سبز امید مردمیدن بودی، چون سبز امید مردمیدن بودی. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور
برسیم بریم بالا، ولی دیگه صدا سخت میشه واسه آدم، ناراحت میشه واسه آدم. البته اونایی که خیلی تمرین دارن و زیاد میخونن میتونن راحت تر اجرا کنن، ولی مشکله، به هر شکل کار مشکلی هست. در نتیجه میبینیم که وسعت صدا کمتر اتفاق میفته که مثلا از دو اکتاب خورده خیلی بالاتر باشه. برای مثال میتونم آهنگ چرا رفتی آقای همایون شجریان رو میگم که ایشون تو آهنگ از دو که اینجا باشه تا می بمون میره، درنچه از دو فقط تا اینجا دو میرفت دو اکتاف خونده بود، درسته؟ ولی ایشون دو اکتاف و بگم چقدر نیم پرده اینجا دو اکتاف و سه نیم پرده بعدش میخونه، در اینچه وسعت صداشون توی یه آهنگ انقدر. حالا من نمیدونم که ایشون میگه که از می بمونید به می بمونید بکنه، من هنوز ندیدم، ولی که رد اداشون نمی کنم، اون که درست بگن، ولی یه خورده واسه مشکل گوش کردنش. من به آقای شجریان، خدا بیامرز آقای محمد رضا شجریان، ایشون هم خیلی گوش کردم، ایشون هم رنج صداشون تقریبا مثل رنج صدای پسرشون بود و فرق زیادی نداشت. بر صورت اونم بیشتر از دو اکتاو میخوند، ولی من بازم تو آهنگای ایشون سه اکتاو ندیدم، یعنی هیچ وقت ندیدم. حالا ادعا میکردم، بعضی اصلا ادعا میکردن چهار اکتاو، یعنی مثلا توی داستان رو می‌نوشتن آقای بنان اومد و آقای شجریان جوان بود، اومد و گفت که جوانی هست، نمیدونم یکی اومد بهش گفت جوانی هست، چهار تا اکتاو بکنه که نمیشه. البته فالستو میتونم بکنه، یعنی من میتونم صدا مثل زن بکنم، بگم ای کاش، اینو که حساب نمیشه که مثلا آدم بگه اینم چیز رنج، اینا رنج نیست، اینا فالستو بگن، صدای بساب طبیعی ممتد نیست، اینا یه چیزی هم باید خود آدم یه جای گلوش استفاده کنه که مثلا یه نوت به خصوصی بده بیرون، اونا دیگه حساب نمیشن. البته استفاده میکنن از فالستو بعضی موقع استفاده میکنن، تو مثلا گروه های بیتلز و اینا هم استفاده میکردن، مثلا آهنگی میخوندن هلپ و هم میکنن won't you please، این دیگه این فالستو، این صدای واقعی نیست. تو ایران هم یادم اون موقع که مثلا زنها زیاد توی خوندن نبودن، تو خوزستان مخصوصا میخواستن مثلا صدای زن در بیارن، چند تا مرد این صداشون نازک میکردن با هم میخوندن، اینه مثلا صدا که مثلا یه مفرق کردن یه موش دکتر دارن آواز میخونن، این کار رو میکردن. یادم من بچه بودم یه عروسی رفته بودیم تو تهران بود، ولی ارکستر اهوازی آورده بودن، از اهواز آقای علی نظری آورده بودن، بعد این خود مثلا گروهشون که میزدن صدای فالستو در میادن و اینه مثلا این که یه گروه دختر دارن مثلا اون بکران میخونن، خیلی جالب بود بسن. بس ها سرتون بیشتر دردم اینو، ولی در باره وسعت صدا میخواستم صحبت کنم که ادعاهای همه رو قبول نکنید و اینطور هم نیست که فکر کنید که مثلا اگه رفتیم ویکی‌پدیا زدین یارو گفت مثلا آره فلانی مثلا 5 تا اکتاو میخونه درست باشه. این الان تو اینترنت انقدر اینفورمیشن غلط هست که اصلا واقعا به سور نمیدونی کدوم سورسشه. حتی آدمایی میان که مثلا معلم صدا یه ادعای علکی میکنه، میگه من 5 تا اکتاو مثلا میخونم که من ندیدم تا حالا، یعنی صدایی که فالستو نباشه توش من ندیدم کسی حتی 4 تا اکتاو بخونه. 3 تا اکتاو من منتظرم که انشالله ببینم که تو کدوم آهنگ مثلا آقای همایون شجریان تونسته 3 اکتاو کامل بخونه. من 2 اکتاو و 3 نیم پرده شو دیدم که همین تو همین آهنگ چرا رفتی هستش و واقعا وسعت صدای خیلی خوبیه و با کوالتی خیلی خوبیه. این آدم منم مثلا میتونم یه صدای جیغی بزنم، ولی که کوالتیش خوبه، ولی شما انشالله کوالتی صداش خوبه، هم از بمش هم تا ریزش خیلی کوالتی صداش خوبه. بر صورت جوونم هست و صداش صافتره بود دیگه، بعدن که یه خورده پیرتر میشه که تمرین نکنه که یه خورده صدا بدتر میشه. بر صورت سرتون بیشتر در نمیرم، میخواستم درباره وسعت صدا صحبت کنم و میتونیم وسعت صدای خودتونم مثلا با این آهنگ بسنجیده بریم بالاتر پایینتر، بریم تا کجا میتونیم بخونید و وسعت صدای خودتون دستتون بیاد. من مثلا صدایی که راحتم توش همون تقمن فا تا فا هست، قبلا هم بهتون گفتم توی درس های دیگه من راحتم تقریبا
توی تصفات آفا، ولی مثلا دیگه مثلا فادیه زم بعض بگم میرم سلم ممکنه مثلا یه بکشم یه دفعه برم، ولی که راحت نیستم. خدا نگهدار و تا دیدار بعدی.